رسیدیم به 5 نفره ها و اصلا هم شوخی ندارم. واقعا تو این ویدیو همکاری های خوب و 5 نفره رپ فارسی رو براتون لیست میکنم. حتی بعد این همکاری های 6 نفره رو هم لیست میکنم. خونتون پاره است. برای اینکه مخاطبا زیر ویدیو تو کامنت ها ناله نکنن که چرا فلاینو نذاشتی، یه پست گذاشتیم و نظرخواهی کردیم که دیگه کوسشر نشنویم. خب بزنید بریم برای ادامه ویدیو و ازتون درخواست دارم لایک و ساب کنید و اگه بازم نظری داشتید حتما کامنت بذارید برامون. شماره 12، بابی. بابی یکی از آهنگ‌های دبل آلبوم بود. تو این آهنگ علیرضا جی جی، سی جل، سپهر خلسه، سهراب ام جی و کوروش وانتونز حضور دارن. این آهنگ یه آهنگ استوری تلینگه و داستان بابیه که ساقی این 5 نفره و این 5 نفرم خایمالیشو میکنن که مواد بده بهشون. با کوکو بپاچین چون صبح آجی، کلی کش میدم واسه یه خورده، سفید تموم کردم یکم که مونده. شماره 11، گروه ما. برمیگردیم به عهد سنگ، زمانی که گروه نابغه ها و صامت هنوز بودن و هنوز نسل یک بود فقط. آهنگ گروه ما از نابغه هاست و یک کاور از آهنگ امینمه. تو این آهنگ رضا پیشرو، علی قاف، ساتراب، محکوم و متضاد حضور دارن و همه دارن همو دیس میکنن. آقا پسر بگو تا از رب چی میفهمی؟ هیچی. چرا پسرم؟ شماره 10، جنگ برخصه. کلن به زدبازی تو این ویدیو عادت کنید، چون آهنگ های تعداد بالا زیاد داشتن دیگه ازشون زیاد آوردیم. آهنگ گنگ برخصه جز دبل آلبوم و توش سیجل، ام جی، علیرضا جی جی، سپهر خلسه و سمیلو حضور دارن. این آهنگ زمان پخش خیلی هیت شد. شماره 8، ریمیکس خط من. ورژن اولیه آهنگ خط من از عرفان تو آلبوم از خانه تا گور بود که خیلی هم خوب بود، ولی ورژن ریمیکسش احتمالاً معروفترین ریمیکس رپ فارسی باشه. تو این آهنگ عرفان، خشایار، افرا، ریویل و معراد هیدن حضور دارن. این آهنگ پربازدیدترین آهنگ عرفانه. شماره 7، سیگار صورتی. برگردیم سر آلبوم زاخارنامه و یکی از شاهکارترین آهنگهاش، یعنی سیگار صورتی. آهنگ سیگار صورتی کلی شایعه کسشه راجبش گفته میشد، مثل اینکه راجب دوست دختر مرده مهراد هیدنه که تماماً کسشه. تو این آهنگ سیجل، مهراد هیدن، نسیم جی جی و سهراب ام جی حضور دارن. شماره 6، عرب بریکس. میرسیم به یکی از همکاری های بین المللی گروه وانتونز. این آهنگ البته کاملا پولی بوده، ولی خب به ما چه، ما فقط گوشش میدیم. تو این آهنگ کوروش، آرتا، ریکراس، گوچی مین و یه بابایی به اسم دری هستن. ورس آرتا تو این آهنگ شاهکاره. شماره 5، افتر. افتر یکی از پربازدیدترین آهنگ های کوروش تو ساندکلاده که جزو آلبوم 420 وول 2 بود که قبلش هم به صورت سینگل منتشر شده بود. این آهنگ توش کوروش، بهزاد لیتو، آرتا، سمیلو و کچی بیت حضور دارن که برمیگرده به زمانی که هنوز کوروش و خشی دوست بودن. میکنم میگه نایس هند، من نمیتونم رو پام وایسم، رینگ رینگ صدا واتساپ برام بیبی ها میفرسن اکس او. شماره 5، لاین بازی. آهنگ لاین بازی از آلبوم ستاره بازی گروه جی و لی و سیج بود. این تریو کلن یه آلبوم جمع کردن که آلبوم خوبی هم بود. تو این آهنگ بهزاد لیتو، سیجل، علیرضا جی جی، سهراب ام جی و سپهر خلسه حضور دارن. بازیم همه هی لاین، بازیم همه لاین، بازیم همه هی، شب تا صبح و پای کار. شماره 4، ویتامین سی. بریم سراغ آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه، پارت 2، جایی که آهنگ ویتامین سی بود. تو این آهنگ نسیم، علیرضا جی جی، سیجل، بهزاد لیتو و سهراب ام جی حضور داشتن و تو زمان پخش خیلی هیت شد. اون از اول تو بازی بوده، نه رو نیم کت، نه فقط میزد همه رو میپریتیم. شماره 3، جاپا. و دوباره وقتش یادی کنیم از آلبوم کلاش از امیرعلی ایتو و گروه تیک تاک. آهنگ جاپا یکی از آهنگ های این آلبوم بود که بجز امیرعلی ایتو و تیک تاک، سهراب ام جی هم توش بود.
آهنگساز این کار سینا مافی بود. هنو نمیدونه طرفش کیه، از صفر تا صدشو میره، تو خالی بلوفه چپتو میگه فیلم نه برام تر. شماره دو عوض شده. رسیدیم به یکی از آهنگهای پنج نفره که برخلاف افرادی که توشن آهنگ خوبیه. این آهنگ از آلبوم پرواز رضا پیشرو و تو شاهد حضور رضا پیشرو، علی اوج، ساتراب، سینا سایی و امید قدر هستیم. عوض شده یه چیزایی تو سرم، خبری نیه رفیقای تو محل، یه سریشون جوری دهن اما قاید. شماره یک تابستون کوتاهه. میشه گفت فقط به رتبه بندی این آهنگ توجه شده تو این لیست و ما بقی رو سیکیم خیاری لیست کردیم. این آهنگ معروف ترین همکاری پنج نفره و مطمئناً هیت ترین آهنگ زد بازی و یکی از هیت ترین آهنگ های تاریخ رپ فارسیه. تو این آهنگ جی جی، مهراد هیده، نسیم، سیجل و سامان ویلسون حضور دارن. ویدیو تمومه. قفنوس پیشرو هم که پیشنهاد داده بودید کسچره. آهنگ دیگه ای بود کامنت بذارید. فعلا خداحافظ.